ارائه شده توسط وبسایت تاین موویز. امروزه از عظمت مصر باستان جز معدودی ابنیه تاریخی و مشتی خاک چیزی بر جای نمانده است و زندگی نامه این بزرگترین مهد اولیه تمدن بشری در حاله ای از تاریکی و اسرار پوشیده مانده. با این همه این بناهای باشکوه بازگو کننده زندگی مردمی است که روزگاری فرمان روای پهنه بزرگی از گیتی بودند، مردمی که تمدنی آنچنان باشکوه و عظیم بر جای نهادند که هرگز ملتی را یارای برابری با آن نبود. اما مصریان باستان تنها سازندگان بناهای باشکوه و بر جای ماندنی نبودند، آنها هم مانند بشر امروز انسان بودند و این فیلم داستان مردی است از میان آن مردم که 33 قرن پیش در سرزمین نیل زندگی می کرد و زندگیش تبدیل به حماسه‌ای بزرگ شد. من سینوئه مصری این داستان را می نویسم در تبعیدگاه خود در کنار دریای سرخ، در محلی متروک و دور افتاده. به زودی شغالها و لاشخورها بدن نحیف مرا بین خود تقسیم خواهند کرد. بر فراز من بنایی به یادگار ساخته نخواهد شد و تنها از من این داستان که زندگی نامه من است بر جای خواهد ماند. من عمری طولانی و پر از نشیب داشتم، بارها مزه شهوت، خیانت و حتی قتل را چشیدم و این با شماست که درباره من به درستی قضاوت کنید. خوبی‌های مرا در کفه‌ای و بدی‌هایم را در کفه دیگر ترازوی عدالت قرار دهید. شهوترانی را در برابر مهربانی بگذارید، خیانت را در برابر کمک به مستمندان و لذتها را در برابر درد و رنج. شروع زندگی من در این دنیا درست شبیه لحظه مرگم بوده است، تنها و بیکس. مرا که طفل نوزادی بودم در قایقی کوچک که از حصیر و چوب گردو و برگ درختان ساخته شده بود قرار دادن و به صورت طفلی ناخواسته بنابر یک رسم کهن به سینه امواج نیل زیبا سپرده بودن. در کنار بارانداز شهر بزرگ شدم، در خانه پدرخوانده ام، همان کسی که مرا از رودخانه گرفته بود. پدرخوانده ام داوطلبانه در آن قسمت فقیر نشین شهر زندگی میکرد چون آزاده بود و طبیبی که برای مردمان فقیر شهر میتوانست از ثروتمندان دستمزدهای کلانی بگیرد، زیرا در تمام شهر او تنها طبیبی بود که تخصصش در هنر ظریف و قدیمی باز کردن کاسه سر انسان بود. Of the ancient art of opening skulls. آماده باش که باید اینجا رو شستشو کنیم. میترسی سینوئه؟ خوبه. هرگز نباید از مرگ بترسی. در حرفه ما مرگ همیشه در کنارمون کمین کرده. این بار سرش کلاه گذاشته. ببین این تکه یه کوچک استخوان که بر روی مغز فشار میاره، وقتی برش دارم این مرد میتونه بار دیگه حرف بزنه، راه بره و زندگی کنه. چرا پدر؟ چرا؟ هیچ کس نمیدونه. به مدرسه ی زندگی قدم بگذارم.
در مدرسه زندگی ما را به عنوان جوانان برگزیده مصر تعلیم می‌دادن تا در آینده دانشمندان برجسته، سیاستمداران و سرداران جنگی شویم و مافوق همه چیزها می‌آموختند که چگونه خدایان مصر را عبادت کنیم. به مدت 10 سال من در مدرسه به خدایان احترام گذاردم تا بلکه بتوانم به تحصیلم ادامه داده و طبیب قابل شوم. در اونجا آموختم در برابر خدایان سر تعظیم فرود آورم، ولی فکر من همیشه پیجوی سوالهای بدون پاسخ بود. چرا؟ سینوه، مواظب کاهن بزرگ باش. بیا شراب بخوریم. یه جام به من بده. به سلامتی همکلاسی عزیز و شجاعمون که بهترین شمشیرزنه، سوارکار قابلیه، دونده سریعیه و قوی ترین کشتیگیراست و اولین فردیه که همه اینا رو قبول داره. بی خودی لاف میزنید، محاله بتونه همه اینا باشه. بهتر صدای این مرد رو خاموش کنید. منو به خاطر اونجا که هستم قبول کنید. نمیدونم که در آینده چه کسی میشم، ولی روزی خواهد اومد که دهیم مرصع طلایی افتخار بر سر من خواهد درخشید. ببینم دوست عزیز حالت چطوره؟ شراب بیارین. به اندازه کافی خورده. دوست من هنوز جا داره. میخوای فردا با گلوی پاره شده پیداش کنی؟ شخصا ازش مراقبت میکنم. بیا به سلامتی آینده. به سلامتی. بیا پی طبیب عالی قد نمونه نگاه کنی. حسابی اول رفته. نگاهش کنی. بیا فش رو ببینی چه چیزی شده. آه بیدی هم باشگر. میخوای کمکت کنم؟ بیا باشه نگاه کن، برو کنار، اینجوری با رفیق من رفتار نکن. اون کیه؟ یکی از بهترین و مهربان‌ترین دوستان من. پس اونو برسون خونش. داغی میخونه نمیتونه به پسر طبیب شهر دست بده. به پسر پنیرساز شهر که میتونم دست بده. شب بخیر طبیب. دوست توی احمقه، نه تو. نمیدونم چرا هیچ کس جواب نمیده وقتی که میپرسم چرا. بیا پریم یلا وقت رفتنه. بیا پسر. سلامتی. این دختر از کجا میدونست بدر توی یه پنیر خوشه؟ عروس شهرهای جهان، شهری با 100 دروازه، پایتخت دنیا. پس از فارغ التحصیل شدن از مدرسه زندگی به عنوان یک طبیب در گوشه‌ای از بارانداز و به دور از خانه پدرم مشغول به کار شدم، چون نمی‌خواستم بیماران پدرم رو ازش بگیرم. زودی دریافتم که حتی مستمندترین بیماران حاضر نیستن نزد دکتر جوان و تازه کاری چون من بیاید. دیوایست برای پیدا کردن آنها به کوچه ها می رفتن. بهتر بیا این طرف تو سایه. بیا اینجا بگیر بشین. ما
من میتونم بهت کمک کنم. کوری رو میشه با کمک یک سوزن معالجه کرد. ولی هیچ طبیبی نمیتونه چشم منو خوب کنه. هر بابا قبلیم چون یه لیوان شراب خوردم چشمم از حدقه در آورد و بعد برای بیشتر لذت بردن تو حدقه چشمم شراب ریخت. دیگه سناراتی داره. هیچ این طرفا به دنبال شکالای آسون میگردم. اسم من کافتره. من از حالا به بعد غلام شما هستم. حتی اگه به یه غلام احتیاج داشتم و میتونستم خرجشو بدم هرگز یه گدای جنده پوش اجیر نمیکردم. ممکنه جنده پوش باشم ولی خیلی زرنگم. مرد خوشقیافه هستم و سواد خوندن دارم. او حق با شما سرباب، من یه نوکر جنده پوشم ولی وضع شما بهتر از این نیست و نباید از من زیاد بخواید. من دستورات شما رو اجرا میکنم، به اندازه قابل قبول میتونید به من شلاق بزنید. عوضش من از شما میدزدم، البته به قدری که عقل قبول. شما میکنین که دزدی؟ همه ما دزدیم، فقط متقلبا اینو انکار میکنن. داشتن غلام به شما یه موقعیت خوب میده. مردم میگن شما حتما باید طبیب خوبی باشید که میتونید خرج نوکرم بدید. با نوکر یه چشمی مردم میگن طبیب بدیه که حتما نتونسته نوکر خودشو مداوا کنه. در غیر این صورت من به همه میگم وقتی شما منو خریدین دو تا چشمم کور بود و شما تونستید به چشم من بینایی بدید. ارباب، ارباب. برای شماست، گفتم که میتونم بهتون کمک کنم. مردم همه بیاید اینجا، بیاید اینجا و تماشا کنید. با چشمای خودتون چیزهای عجیبی میبینید، کرگس ندیدید. خدایان به ارباب من نیروی آن داده که هر کاری میتونه انجام بده. تو روح این مرد قدرت خدایان و ارواح پدران ما هر دو با هم جمع شده. بیایید اینجا و تماشا کنید. یه نفر کمی آب بیاره. آب حاضره. بیت که پارچه خیز کن و بذار لایی لباش. یه شعله آتش میخوام تا وسایل مفک کنم. آتش برای ارباب من شعله آتش بیاورید. جا آتش احتیاجی نیست، این مرد مرده. تماشا کنید، تماشا کنید هوشمندی و شخصیت و مهربانی ارباب منو. به جای آن که بگذارد این مرد بدبخت برای باقی عمر با یک پالنگ لنگان بگردد، بر او رحم آورد و نعمت مرگ روی ارزانی داشت. هیچ کس نمیتونست اونو نجات بده. نجات بده؟ برای چی؟ هنوزم طبیب جوان ما به دنبال چراشه؟ خطرناکیه. خطرناک؟ اگه باور نداریم به چشماش خیره بشین، وقتی به شما نگاه میکنی یه برق تو چشماش پیدا میشه. وقتی همچین حالتی تو چشمی ازم پیدا شه، ارباب حاضرم شرط ببندم فقط به فکر یه چیزه. ازدواج. من حتی نمیدونم اسمش چیه. دختر مریت بود و تو میخونه کار میکرد. اصلا سواد خوندن و نوشتن نداشت. تمام عمرش عاشق من بود ولی من اینو نمیدونستم تا اون زمان که دیگه دیر شده بود.
شهر سیفز برابر خدایان دست به دعا بردارید. فرعون مرده است. زندگی همش مسخره است. آدم باید احمق باشه که دلشو به این زندگی خوش کنه. بهتر اونو ببری خونش، دیگه داره صبح میشه. چی شده؟ بهش اجازه ندادن جز سربازای گارد مخصوص فرعون در بیاد. صدتو یواش کردی که من نفهمم چی میگی. آره به من اجازه داده نشده به خاطر نداشتن اصل و نسب. اما اونایی که قبول شدن نگاه کنین، یه مش جوانای احمق و ناسپرورده که تو سایه راه میرن تا آفتاب نسوزونتشون. چقدر مونده به صبح؟ شاید یه ساعت دیگه. تا بار شکارشی رفتی؟ نه. یه دفعه وقت غروب یه شیر نر رو دیدم که داشت از چشمه آب میخورد. ولی اون کتاب ها شکارشی نرم. قبلنم ات گفتم من خودم مراقبش هستم. من به مراقبتی کسی احتیاج ندارم. وقتی برگردم خودم برات پوست اون شیر رو میارم. فرض کنم اون شیر پوستتو رو بیاره، اون وقت به سر من چی میاد؟ یه ارباب دیگه پیدا کن که جیبشو بزنی. سنیو خواهش میکنم مواظب خودت باش. اینم انعام تو. خدا بیشترتون بده سرور من. بهتره تا عقیدش عوض نشده زودتر بریم. همینطور شد که منم یه چشمم از دست دادم. یه شکار بی موقع. پسر یه پنیر فروش احمق. همینطور که اینجا زانو زده بودی نزدیک بود کشته بشی. ساکت. خدای من ظاهر می شود. راجع به چی صحبت می کنه؟ گفت خدایش ظاهر می شود. کدوم خدا؟ او ظاهر خواهد شد. آتن
آتان؟ نگاه کن، داره تصویر خورشید رو ستایش میکنه. معبود من در قرارگاه بهشتی خود زیباست. آه خداوند فنا ناپذیر. این مرد چشه؟ او در حال عبادت قش کرده. نباید بذارم زبونش رو گاز بگیره. ما نمیتونیم همینجا ولش کنیم، بهتره ببریمش به شهر. چی شده؟ مگه ما چه خلافی کردیم؟ هر وقت موقعش برسه میفهمین. زنجیرشون کنید. به مدت 2 روز زندانی بودیم بدون آنکه دلیل این کار را بدانیم. آنگاه تحت مراقبت شدید نگهبانان ما را به قصر فرعون بردند. ساکت، زانو بزنید. فرعون بزرگ وارد می شود. در برابر خدای خود تعظیم کنید. خبشید، زانو بزنید. فرمان روای مثل اولیا و صفرا. ببین پدرت کار داری؟ ولی من میخوام پدر این میمون کوچولوی منو ببینه. حالا موقعش نیست فرزنده. فرعون بزرگ فرمان روای مثل اولیا و صفرا پسر خورشید. تو پا داریم روی آنها بیست. خیلی خوشحالتر خواهم شد اگر همه شما حاضران بیستید. به خاطر مرگ پدر عمیقاً سوگوارم. بهتر است هر چه زودتر به کارهای جاری برسیم. نمایندگان هاتی و کش برای ادای احترام نسبت به فرعون بزرگ اینجا آمدن. همچنین هدایای فراوان باشد بعد. میل دارم دو مرد زندانی را که گفته بودی ببینم. آنها اینجا هستند؟ بله سربر من. چرا تر بیایید؟ زانو بزنید. راست بایستید. چرا این دو مرد بدون محاکمه زندانی شدند؟ گناه آنها توهین به شعائر مذهبی ماست. آنها مانع عبادت سرورم شدند. سینوئی طبیب پسر سنموت، هارون هب پسر یک پنیر فروش. جلوتر بیایید. اون پسر پنیر فروش چشمای هیزی داره و اون یکی هم که طبیبه همینطوره. خوب به صورتش نگاه کن. تو پسر سنموت هستی؟ شنیدم خیلی به فقرا کمک میکنید. جلوتر بیایید. این مرد باید کشته بشه. اون با دست‌های خودش شما را لمس. خودم میدانم. میخواست به من کمک کند. از چشم قانون جرمش یکیه سرورم. آیا من انقدر قدرت دارم که بتوانم قوانین را عوض کنم؟ در مورد قدرت فرعون محدودیتی وجود نداره. پس قانون عوض میشود.
بدین وسیله تو را به عنوان طبیب کاخ خودم منصوب میکنم. از این افتخار به خود میبالم ولی نمیتونم بپذیرم. چرا نمیتوانی؟ من سوگن یاد کردم که به فقرا کمک کنم. به خاطر پدرت؟ به خاطر پدرم و دلایل دیگه. سنموت پدر حقیقی من نیست. مسلماً پدر و مادر واقعی من خیلی بدبخت بودن، چون وقتی به دنیا آمدم منو تو قایق کوچکی گذاشته و به رود نیل سپردن. و هرگز نخواستی بفهمی پدر و مادر اصلیت چه کسان بودن؟ شاید اونها کشاورز بودن، چون قایق رو با شاخ و برگ درختان تزئین کرده بودن. گفتی کشاورز بودن؟ درست شنیدم گفتی کشاورز بودن؟ بله. چرا این را میپرسی مادر؟ فقط کنجکاوی پسرم. تو میتوانی به سوگندت وفادار بمانی و در خدمت مستمندان باشی، فقط به یک شرط که هر وقت من یا اعضای خانوادم به کمک تو نیاز داشتیم به قصر من بیایی. متشکرم سرور من. این یکی دیگه طبیب نیست، پسر یه پنیر فروش ساده است. اونم با دستای خودش بدن فرعون رو لمس کرده. اجازه میدید سرور من؟ حرف بزن. حرام با کشتن شیر جون شما رو نجات داده. خب حرام، تو چه تقاضایی داری؟ اجازه بدید با شمشیرم خون دشمنان فرعون بریزم، همونطور که خون اون شیر رو ریختم. سرنوشت من اینطور رقم زده شده. آیا لازم است سرنوشت مصر را هم با ریختن خون رقم بزنند؟ همیشه اینطور بوده سرور من، تا زمانی که جنگ هست خون هم ریخته میشه. چه تقاضایی داری؟ صدور یک فرمان به عنوان افسری در گارد شما باشم. با تقاضای تو موافقت می شود. دلم می خوش می ششتن یه پنیر فروش هست فرانسیس من، کاش که اون کارو بهش می دادن. خورشید در حال غروب کردن است، همگی مرا ببخشید، مجبورم به عبادت بپردازم. با من بیایید بچه ها. هرگز نفهمیدی پدر و مادر چه کاره بودند، مسلماً سعی کردی اونها رو پیدا کنی. حرف بزن. از پدر و مادری که دارم راضی هستم بانوی من. در چه سالی تو رو از رودخونه گرفتن؟ همون سالی که فرعون متولد شده بود، اینطور به من گفتن. برای چی این سوال هست؟ تو حق سوال کردن نداری. مادر من میل داره اونو معاینه کنی. من میدونم که دارم میمیرم، میخوام بدونم چه مدت دیگه زنده هستم. خجالت نکش،
واقع چه لذتی میبردم وقتی دسته یه مرد بدنمو لمس میکرد. چه مدت میگذره؟ چرا متوقف شدی طبیب؟ اومدی تور بافتن مادر فرعونو تحسین کنی یا چیز دیگه ای تو مغزته؟ مثل اینکه شما تور حسیدی میبافین. نمیدونستی که اجداد من در مصر سفلار شکارچیان پرنده بودن و سالها پیش به من لقب عقاب دربند داده بودن؟ این لقب رو فرعون بزرگ به من داده بود. اون منو خیلی دوست داشت چون زنی بودم تن درست و سرزنده، زنی بودم معمولی و خونگرم و همیشه حقیقت رو به فرعون میگفتم. زنهای دیگه فرعون همه از نجیب زادگان و ناز پرورده ها بودن. اوه که چقدر از من متنفر بودن. من میخواستم پسری برای فرعون به دنیا بیارم که تا چشم حسودان رو کور کنه. همینطور هم شد. تا خداوند پسری به من داد با قلبی نازک مانند یک زن و دختری مستبد همانند یک مرد. پکتی همان میباید فرعون میشد، نه برادرش. بسیار خوب، نظرت چیه طبیب؟ اگه سرور من جسارت منو ببخشن باید حقیقت رویش بگو. اگه میخواید زیاد عمر کنید باید نوشیدن مشروب رو ترک کنید. چه بهانه احمقانه ای، سالهای ساله که دارم مشروب میخورم و زندم. بانوی من خواستار حقیقت بودن. پس بذار نصیحتی بهت بکنم مرد جوان، هرگز به یه زن مسن حقیقت رو نگو، به خصوص اگه اصرار کنه. حالا دیگه برو، حوصله دیدنت رو ندارم. درست متوجه نشدن؟ فرانسیس از من حرفی نزد؟ نه. یه روز ممکنه وقتی فرمانده کل قوا باشم با هم حرف بزنه. میدونی وقتی به اون دختر فکر میکنم ضربان قلبم تندتر میشه. بگو ببینم رفیق عزیز، آیا داروی برای آرام کردن تب عشق وجود داره؟ بزرگان گفتن در واه شیطان را میتوان با خود شیطان از میان برد. منظورت یه زن دیگه است نه؟ البته. چه داروی عجیبی. من جاشو بلدم. زنی از بابل، هر شب تو خونش مهمونیه، مسلما از دیدن دو مهمان ناخوانده خوشحال میشه. نه من باید ما باید شانس بزرگی رو که بهمون رو کرده جشن میگیریم. نگران نباش رفیق عزیز، همیشه تحت مراقبت من خواهی بود. حاضر باشه، خیلی دقت کن. اطاعت بودیم یه دل تنبا جامن اگر را سرسته دهنیم میگن همین دیرنه اینچ کلیدیم این مصد نلین زیاره سرسیم این زمانی که بهتره بریم بیرون تا باغو بهتون نشون بدم. زینه دوست عزیز، پاشو بریم به باغو چند شاخه گل بچینیم. نه همینجا منتظرت میمونم. بسیار خوب، پس چند شاخه گلم برای تو میارم. موسیقی
به حال چشمت به یک زن نیفتاده؟ صدها زن دیدم، حتی به همون اوریانی که خدا خلقشون کرده. من یه طبیبم. و اسمت؟ به من میگن سینوه، به معنی مردی تنها. اینجا خونه شماست. اینجا خونه منه و هر شب دوستان زیادی به دیدنم میان. از تنها بودن متنفرم. باریتا؟ نشان فرعون جدیده؟ اهدائیشه. دیگه باید برم. چرا؟ چون که باید با دست پر و هدایای گران قیمت به اینجا آمد، نه فقط با یک لبخند، و لبخند تنها چیزیه که من دارم. من هرگز از مردا تقاضای چیزی نمی کنم، ولی از تو می خوام پیش من بمونی. به این دلیله که سابقه زنهای بابلی زیاد خوب نیست و به نظر عده‌ای هرزه هستن؟ یا اینکه به نظر تو من زن زشتی هستم؟ اینطوره؟ تو زیبا هستی، در حد یک رویا. اینطور تعریف کردن باید برای مردی که با صدها زن آشنایی داشته کار آسونی باشه. تا به حال زن این چنین زیبا ندیدم، این چنین عجیب. وقتی به چشمان تو خیره میشم حس میکنم که چی حس میکنی سینوه؟ حس میکنم بدنم از تب عشق گرم میشه، مثل اینکه من اینجا متولد شدم و باید همینجا زندگی کنم، و اینکه هیچ چیز مهم نیست، هیچ چیز. ولی هیچ چیزی که من در چشمان تو میبینم، دیگه دیر شده، من باید برم. با این هیجانی که از مستی شراب داری، اگه از اینجا بری و با زنی آرزومند و پرجذبه روبرو بشی، مسلماً دچار درد سر میشی. مگه برای تو مهمه؟ اینجا آوردم که فقط در دیگه باغ و نشونت بدم. پاسی از شب رفته، وقتی همه ی مهمانان رفتند، من کنار استخر به انتظارت خواهم بود. برای چی اینو به من میگی؟ شاید به این خاطر که من از هدیه خوشم میاد، و جالبترین هدیه‌ای که یه مرد میتونه برای یه زن ببره همون معصومیتشه که فقط یک بار میشه اهدا کرد. صبر کن، قبل از لمس کردن من بهتره یه هشدار به تو بدم. هشدار؟ دلیل خاصی وجود داره که بعضیا گربه رو مظهر الهی عشق. وقتی به تو نگاه میکنم به فکر گربه ها و خدایان نیستم. پنجه های یه گربه خیلی نرمه، ولی زیرش ناخونهای تیزی داره. گربه از آزار دادن قربانیانش لذت میبره، و تا زمانی که خطر مرگ رو حس نکرده به این آزار ادامه میده و کوچکترین ترحمی به قربانیانش نمی کنه. این حرفا چه ارتباطی با تو و من داره؟ تو تجربه زیادی نداری، و من باید همونی باشم که هستم. حالا برو و از در مخفی که نشونت دادم بر نگرد، اگر نه به خاطر این کار تا آخر عمر حسرت میخوری. من حتی اسم تو رو نمیدونم. حرف احمقانه‌ایه، ولی مردا نام منو گذاشتن زیبا. Yeah.
مربوط نمیشه که سینوه چطوری وقتش بسر. اگه به تو مربوط نیست پس چرا از دست من عصبانی هستی؟ برو گم شو. هفته چهارمه که به من میگه مریضشو بفرستم برای طبیبای دیگه. من حتی مجبور شدم بیانه مریضایی رو که قبول کرده بودم بهشون پس بدم. میزنی که حسابی قلب پسره رو دزدیده. باید پاک احمق باشه که مثل یه لاشخور به دور مردار میچرخه. دیگه وقتش خودشو بکشه کنار. هیچ کسا به حماقت اون ندیدم. قبلانم بهت گفته بودم. حالا برای چی اومدی پهلوی من؟ ولی بدتر از همه اینا ازدواج. فکر میکنی اینقدر احمق باشم که حتی فکر چنین چیزی را بکنم؟ اون طبیب مخصوص فرعونه و من یه... کاپیتان من چی کار میتونم بکنم؟ بیشتر از اون چه اون زن بهش میده تقدیمش کن. از اینجا برو گام شو بیرون بی پدر مادر دیوونه. گام شو گام شو. امشب قرار دارم با یه بازرگان اهل سوریه قرار دارم. اگه به دست بزنه میکشمش. فقط بچه های احمق یه همچه حرفایی میزنن. باید اعترافی بکنم سینوه، به نظر من تو خیلی جذابی، خیلی جذاب. تو مثل اونای دیگه نیستی، تو جوان هستی و قوی و معصومیت خاصی داری. ولی من در موقعیتی قرار دارم که باید از خودم مراقبت کنم. زنایی که مثل من تنها زندگی میکنن نباید تسلیم هوا و هوس خودشون بشن. در غیر این صورت روزی میرسی که باید تو کوتاه گدایی کنم. به تو قول میدم تا روزی که زنده ای ازت مراقبت کنم. این حرف و مردا بارها به من گفتن به زبونهای مختلف. گوش کن سینوه، من تو مصر زندگی میکنم چون دیگه هرگز نمیتونم به بابل برگردم. وقتی 12 سال بیشتر نداشتم به عنوان برده فروخته شدم و مرتب از دستی به دست دیگه گشتم. آیا در حال حاضر زندگیت فرقی کرده؟ بله خیلی فرق کرده. هیچ مردی ارباب من نیست. بازرگان سوری که امشب با من شام میخوره قراره برام یاقوتی بیاره که متعلق به یکی از ملکه ها بوده. بخشیدن هدیه فرعون به دیگری توهین بزرگیه. من که از تو چیزی نخواستم، فقط میل دارم حرف منو درک کنی. سر برسه. عذرشو بخوام. بهت گفتم که چرا نمیتونم. عذرشو بخوام. داری منو آزار میدی. من که تنها چیزی با ارزشی رو که داشتم بهت دادم. آیا برات کافی نبود؟ این حرفو زیاد شنیدم.
مثل همه یه مردای دیگه هستی. اونقدرام که میگی فقیر نیستی سینوه، برای خودت یه خونه داری و بسیاری لوازم گران قیمت مسی. اگه اونها رو به تو بدم، آیا حاضری به من قول بدی که من هیچ قولی نمیدم؟ اگه تو دلت میخواد به من هدیه‌ای بدی، این کارو بکن، ولی در عوض چیزی از من نخواه، همونطور که من چیزی از تو نمیخوام. من فقط یه زن هستم سینوه، از همون اولم به تو هشدار دادم. خونه و وسایل تو برای خودت نگه دار و از اینجا برو. یک زن نشانگیری سرور من خیلی خوبه. یه بازی بچگانه است. میبینم ترفیع پیدا کردی. چرا پیدا نکنم؟ به عنوان یک سرباز هر کسی لیاقت داره میتونه ترقی کنه. میخوام با حرف بزنم از این طرف. اجازه بدیم بگم مدت ها بود که به دنبال این فرصت میگشتم. لازم نیست درباره یه رویاهات صحبت کنی. میخواستم راجع به دوست طبیبت صحبت کنم. چطوره که نسبت به اون علاقمندی نشون میدین؟ برادرم مرتبا سراغشو میگیره. دوستت حتی یک بارم به قصر نیومده. سینوه از شهر خارج شده. فکر میکنم رفته باشم یک جای دوری. اگه میخوای بازم ترفیع بگیری بهتره به من دروغ نگی. انقدر با اون دوستم که به خاطرش حاضرم دروغ بگم. حتی به یک پرنسسی مثل The Royal Princess. What do you want? I want him saved from this creature who's stolen his wits. کار آسونیه. اون از اهالی بابله. تبعیدش کنید یا بکشیدش. ولی سینوه میتونه به دنبالش به تبعیدگاه بره و یا سر قبرش چادر بزنه. نه، باید کاری کرد که بفهمه اون زن ارزششو نداره. فکر میکنید چطور میتونیم این مهم رو حل کنیم؟ به این طریق که سینوه عملا ببینه اون زن داره بهش خیانت میکنه. این کار نباید زیاد برای تو مشکل باشه. راه یافتن به قلب زن برای تو کار ساده ایه. پرنسس سر به سرم میگذرن نه؟ من همونطور دربارت قضاوت میکنم که خودت میخوای. اون دستبنده بدیم به من. تو برای کمک کردن به صمیمیترین دوستت انتظار پاداش داری؟ برای اون زن بابلی میخوام. پس تو از اون میترسی که مردانگی و جذابیتت نتونه نظرشو جلب کنه؟ در مورد اون نه. دوستان ما رو تحت نظر گرفتن. خیال میکنن شما دارین منو مورد مرحمت قرار میدید. بذار هر چی میخوان فکر کنن. یه روز میرسه که آرزو کنی دستاتو به دور بدن من حلقه کنی و بدنتو در اختیار من بگذاری. احساساتتو برای اون زن بابلی نگه دار. مسلماً بیشتر از من قدرشو میدونه. تو منتظر منه، برام پیغام فرستاده. هیچ کس را نمیدن. درو باز
کن، بذار بیام تو. درو باز کن. آرام هم بذار بیام تو. آرام هم. تو باید بری. اون میدونه که تو اینجایی. من که اهمیت نمیدم، تو چطور؟ من پیغام داده بودم امشب بیاد به دیدنم. به همین دلیلم من به خودم اجازه دادم امشب مهمان تو باشم. که اینطور؟ حالا دیگه برو. بس کن دیگه احمق، به خاطر دوستیمون بود که من اومدم اینجا. نمیتونی ببینی این زن چقدر پسته؟ تو باید جدا دیوونه شده باشی. میگه دوستی ما تموم شد، برو گم شو. بسیار خوب، هر برایی که سرت بیاد مستحقش هستی. تو هم باید بری، اینجا مثلا خونه است، میخونه که نیست. یه دقیقه صبر، اینجا رو ببین. من برای چیزایی رو که خواسته بودی آورد، سند خونم و وسایل کارمون. من هیچ وقت از تو این آشغالا رو نخواسته بودم. بیا لباسای منو مرتب کن. که میگی آشغال نیست، درسته که خونه کوچیکه، ولی برای کار یک طبیب کافیه. وسایل جراحیم هم از بهترین نوعه، هر کدومش به اندازه جواهر این گران قیمت ارزش داره. بیا، حالا دیگه هرچی داشتم از آن تو شد. سینوه خواهش میکنم، من خسته هستم. تو همیشه یه بهانه داری عشق من. من صبر کن، تو به هشدار من توجه نکردی. من مجبور شدم دوستای دیگه‌مو از خودم برنجونم. دیگه از این بیشتر پس من چی میخوای؟ به خاطر تو از دستورات فرعون سرپیچی کردم، آبروی خانواده‌مو برباد دادم، از خودم یه گداسم. هنوز داری به من دروغ میگی؟ دروغ؟ چطور؟ چرا سعی داری از من پنهان کنی که پدرت یه خونه خوب که چشمی جلوش میجوشه داره؟ من نمیتونم چیزی رو که مال خودم نیست به تو ببخشم. یه خانه بسیار زیبا برای خودش و همسرش و آرامگاهی در شهر مردگان. تو از من انتظار داری آرامش ابدی رو از پدر و مادرم سلب کنم؟ که بگذارم جسدشون بعد از مرگ مثل حیوانات در زیر آفتاب بپوسه و تومه لاشخورا بشه؟ من از تو چیزی نمیخوام، ولی اگه فقط این فداکاری رم بکنی، مزه یک عشق بی نظیر رو به تو خواهم چشوند. چیه که تو میخونه پیدات نمیشه؟ میباید تو رو میدیدم. مردی که تو میشناختی مرده، فراموشش کن. هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم. سه
شنوه، خواهش میکنم به من گوش بده، میخوام بهت کمک کنم. من اونقدرم بی تجربه نیستم. وقتی آدم تو میخونه کار کنه با زندگی زود آشنا میشه. هر شب من آتش شهوت رو تو چشمای مردم میبینم. مردم این حالتشون از چشم ساقی پنهان نمیکنن. ایده‌ای هستن که با زور و تکبر میخوان با آدم نزدیک بشن، مثل دوست تو حرام هیب. این ایده هرگز از دست زنی ناراحت نمیشن. بعضی دیگه خجالتی هن و میترسن احساسشون رو نشون بدن، ولی بازم میشه آتش شهوت رو تو چشمشون خوند. و بالاخره دسته دیگه که کاملا بی‌دفاع هستن، چون میترسن به زنی زیاد نزدیک بشن و اون زن اهل عروسی باشه. اینا همیشه قربانی گروه های دیگه میشن. اونا خیال میکنن عاشق شدن، در حالی که اصلا نمیدونن عشق معنیش چیه. سعی داری به من چی بگی؟ وقتی این موقع به خونه میای و میبینی منتظرت هستم، دیگه نباید چیز مجهولی برات باقی بمونه. اگه بخوای به من کمک کنی میتونی. اینها سند خونه پدر و مادر من و آرامگاه ابدی اونهاست که میبایست روزی به اونجا میرفتن و میخوافتن. این اسم عوض میشه چون مالک تازه پیدا کرده. بخونش مرید به نام زیبا. زیبا سینوه تو نمیتونی. تغییر نام باید در حضور شاهد انجام باشه. اولی نفری باش که امضا میکنی. مطلع چی هستی؟ امضا کن. اگه سواد نوشتن نداری پاش انگوش بزن. خدا خودش بهت رحم کنه. بعد من مغضوب خدایان و نفرین شده و انگوش نمای مردم هستم. بهای سنگینی میپردازم. حالا به من ثابت کن که اونقدر هم سنگین نیست. چطور باید ثابت کنم سینوه؟ با وفا کردن به قولی که دادی. قول؟ مگه من چه قولی دادم؟ برخورداری از عشقی بی نظیر. من چنین قولی دادم؟ جذابی هستی. آیا تو مطمئنی عشق بی نظیر چیزیه که به دنبالش هستی؟ بله. خواهش تو برآورده میشه. من به بدبختی های تو پایان میدم. سیگون، راه خروج رو به این مرد نشون بده و دیگه هرگز به خونه من راهش نده. بازی کردن خسته میشه.
بار دیگه تنها و در تاریکی مطلق به خانه پدر مادر برگشتم. خانه ای که از آن آنها نبود. چطور مردن؟ خودت خوب میدونی اربابی طبیب همونطور که میتونه جون کسی رو نجات بده میتونه جونش هم بگیره. پدرت این نامه رو برای تو گذاشته، بخونش. نمیتونم. خب پس گوش کن پسرم سینوه، از بدبختی که دوچارش شدی بی نهایت متاثریم. خودت را سرزنش نکن که مجبور شدی آرامگاه ابدی ما را از دست بدهی، زیرا که زندگی چیز مسخره است. ما از این به بعد میل نداریم زنده باشیم. همیشه به خاطر داشته باش پیش از آن که دنیا را وداع کنیم تو را از صمیم قلب بخشیدیم، تو را که از رودخانه به سوی ما آمدی و با آمدنت به سوی ما بزرگترین شادمانی های زندگی به ما ارزانی شد. امیدواریم قلب تو از غم اندوه پاک شود. این است خواسته پدر و مادرت. انبات چه میکنی؟ من برای شما جسد یک مرد و یک زن را آوردم که با هنر خاص شما مومیایی بشن، چه بسا زندگی ابدی اونها قرین لذت بشه. همونطور که گفتیم ما همه اینجا هنرمند هستیم، در مقابل این کار چقدر میپردازی؟ من چیزی ندارم. چیزی نداری؟ این تابوت رو تو رودخونه بندازین. صبر کنید، من حاضرم برای شما اینجا کار کنم تا دستمزد کارتون رو بپردازم هر چند وقتی که لازم باشه. اینجا کار کنی؟ تنها محکومین به مرگ و مغضوبین خدایان میتونن تو چنین جایی کار کنن. اینجا کسی نیست که از این لحاظ فرقی با من داشته باشه. برو مشغول شو. مدت 90 روز در میان مغضوبین و محکومین در خانه اموات به کار مشغول بودم. زندگی آنچنان بود که گویی خود من هم یکی از مردگان بودم و تنها نوکرم کاپتر میدانست من چه میکنم و در کجا هستم. داری میکنی؟ حرف بزن ولی مغزتو داغون میکنم. تو یکی از خدایان هستی؟ خدا؟ هیچ خدایی بعد از غروب آفتاب جرأت نمیکنه صورتشو نشون بده. پس باید دزد قبر باشی. من اینجا نیومدم که چیزی بدزدم. پس اینجا چی میخوای؟ پدر و مادرم آوردم اینجا خاکشون کنم. تو دره فراینه؟
امیدوارم اگه اینجا دفنشون کنم در اون دنیا در ثروت فراینش سهیم بشن. اون دنیا؟ درسته که خیلی از فراینه اینجا دفن شدن، ولی هنوز ندیدم از قبر یکیشون چیزی به دست بیاد. و مطمئن باش حتی هدیه ایم با خودشون ندارم، چون در این صورت ما اول میفهمیدیم. تا که به زندگی تو اون دنیا اعتقادی نداریم. ولی اونها داشته. مرد عجیبی هستی. کمکت میکنم زمینو بکنی. میتونستم قبرشون رو نشون بزنم. نشون دار یا بدون نشون، همش مثل همه. 20 سال طول میکشه یکی از اهرام رو بسازی، یا فقط 10 دقیقه لازمه که سوراخی تو زمین بکنی. مرده مرده اصلا فرقی نمیکنه کجا خاکش کنی. در پایان خاک و شن روی همه چیز رو میگیره. هر تکه از این شنها عمرش به اندازه همه کسانی است که امروز زنده هستن و یا در آینده متولد میشن. حنا ناپذیریم. یا امید پوچه بشری. فقط این شنریزه ها هستن که هرگز فنا نمیشن. گوش کن. شغال ها. برای آمدن شغال دیر شده. یکی از رفقای من داره خبر میده که یک غریبه داره میاد به طرف ما. بیا پناه بگیر. صدا میکنه. آره. اینجا مثل هر جای دیگه برای ملاقات با یک زن جای خوبیه. سینوئه. چطور تونستی منو پیدا کنی؟ کاپتر به من گفت. همینطورم گفت چی کار میکردی؟ که 90 روز تو خونه اموات مشغول به کار بودی. از من دوری کن. من هنوز بوی مرگ میدم. چند وقت میشه که چیزی نخوردی؟ نمیتونم. برات یه خورده نون و شراب آوردم. برگرد مریض، برگرد. منو تنها بذار. تا غذا تو نخوری نمیرم. بشین اینجا سینوئه. حتی اگه به خاطر خوشحال کردن منم که شده بخور. سیوز، شهر شهوت و شیطان. مردم به دنبال عدالتن، در حالی که شایسته قساوت و خودکامگی بت‌های شیطانی خود هستن. چون هرس و آز مثل مرضی ریشه دار چهره زمین رو چرکین کرده و تنها گوره که میتونه ما رو شفا بده. این درسیست که من آموختم. پاشو بیا برگردونمت به شهر. تو نمیتونی به شهر برگردی. دختر فرعون مرد چون که نتونستن تو رو پیدا کنن تا شفاش بدی. اون از شدت غصه داره دیوونه میشه. سینوئه، فرعون تو رو محکوم به مرگ کرده. مرگ برای من نامنیه. مرگ از کسی که آرزوشو داره فرار میکنه. این درس دومیست که من از زندگی آموختم. تو
آخه اینو عقل میدونی که به خاطر بیوفایی یک زن حرفه‌ای به دنیا پشت بکنی؟ تو فکر میکنی جدا همه زن‌ها اونطوری هستن؟ آیا نمیتونی عشقی رو باور کنی که از تو چیزی نخواد؟ عشق من شد ارباب دو جا برای خودمون خریدم. خریدی؟ هر چیزی که از شما دزدیده بودم بهش دادم. عجله کنیم، باید قبل از اینکه سایر مسافرین بیان ما بریم روی عرشه. مریض، نمیدونم چی تو اینه بهت بگم. اینو همراه خودت داشته باش، طلای اصل نیست ولی میخوام با خودت داشته باشیش. مظهری از الهه خورشیده، شاید یه روز دوباره. نه. با این طرز فکر فقط خودمونو گول میزنیم. این خداحافظی برای همیشه است. برای همیشه؟ تو جوونیم، باید از زندگی لذت ببری. زندگی من به زودی تو تاریکی کشوری دوردست به پایان میرسه. من تو رو دوست دارم سینوی. همیشه به یاد داشته باش. زود باشین، زود باشین، عجله کنین ارباب، ارباب. من سرزمین پدری رو پشت سر گذاشتم و همراه با آن جوانی خود را که بی اندازه بهش امیدوار بودم و تنها ثمرش برایم ناامیدی بود. که سالها می گذشت من و کاپتر به اقصا نقاط دنیا سفر کردیم. در آغاز هر طور که می توانستیم زندگی را می گذرم. سرگردن های بیار و یاوری بودیم که به هر جا پا می گذاشتیم با دزدی شکم خودمون رو سیر می کردیم. گرسنگی و سرما و گرما را باید تحمل می کردیم. شبهای زیادی زیر سقف آسمان به خواب می رفتیم. به تدریج گذشت زمان غم و اندوه مرا کاهش داد و من به طبابت پرداختم، کاری که سالها قبل در مدرسه زندگی به درخانه پدرخوانده ام آموخته بودم. و زمانی رسید که آوازه شهرت من در همه جا پیچید، حتی در سرزمین‌های دوردستی که هرگز رنگ یک مصری به خود ندیده و یا اسمی از یک طبیب تحصیل کرده نشنیده بودند. ساده‌ترین معالجات را یک معجزه می‌پنداشتند و به من به چشم یک معجزه‌گر نگاه می‌کردند. به تدریج که به سرزمین‌های تازه قدم می‌گذاشتیم، بر شهرت منم افسوده می‌شد. همه جا شاهد بی‌عدالتی و بدبختی های مردم بودیم، ولی قلب من دیگر به سان سنگ شده بود. سعی داشتم از حرفم برای معالجه سرمایه‌داران و قدرتمندان استفاده کنم، آنها که می توانستند دستمزد خوبی بپردازند. برای کودکانی که در فقر زندگی می کردند علاجی وجود نداشت. هر وقت درد گرفت فریاد بزن. نیرویی برای فریاد کشیدن دیگه برام نمونده. اینجا؟ بله. متاسفانه باید بگم جمجمه شما باید شکافته بشه تا شیطان رو با نوک چاقو بیرون بیاریم. اینم یه جور نقشه جنگی مصری است که موقع جنگ فرمانده ما را از شما بودید که منو از بابل احضار کردید. نقشه شما برای من به هیچ وجه جالب نیست. من اصلا کشوری ندارم، در این دنیا یک بی‌هویتم، به خصوص از مصر متنفرم. اجازه میدید معالجه رو شروع کنم؟ شانس زنده موندنم چقدره؟ 1/5. اگه من بمیرم سردارانم تو را خواهند کشت. بله اینو میدونم. و اگه زنده بمونم تقاضای تو از من چیه؟
تقاضای من فقط این شمشیره، چیز دیگه نمیخوام. پس تو باید یه جاسوس باشی. مهم نیست. بعد از اولین حمله دیگه ماموریت محرمانه ما بر همه آشکار خواهد شد. بعد از دومین حمله مصر دیگر مصر نخواهد شد. عملو شروع کن مرد مصری. سرو بتراشید و شستشو بدین. به این صندلی محکم بسته میشید و قطره‌ای به شما میدم که درد رو حس نکنید. برباب، تو میخوای کاسه سر فرمانده کل قوا رو عمل کنی؟ چرا فقط تقاضای شمشیر ناقابل رو کردی؟ پیشبینی میکنم این فلز جدید که ایتیا به کار گرفتن ممکنه سرنوشت دنیا رو عوض کنه. و دلیل دوم اینه که حالا در مصر خارم فرمانده کل قوا شده. پس شما بهشون دروغ گفتین که برای ورود به هر قلبی کلیدی وجود داره. اما تو هنوز وطن اصلی تو دوست داری. البته هرگز نمیتونی به اونجا برگردی، چون هیچ فرعونی حاضر نمیشه دشمناشو ببخشه. وسایل جراحی رو آتش بگیر. کاپتر، ما برمیگردیم به وطنمون. وطن. ولی وطن من مصر از زمین مصیبت باری شده بود. تنفر مردم و نزاهای کوچه و برزن مصر رو پاره پاره کرده. میترسیدم ارباب، ولی مثل اینکه اینجا بدتر. ای کاش هرگز بر نمیگشتی. اسمت چیه مرد سوری؟ من مصری هستم. اسم من سینوست. زمان این طبیب مخصوص فرعون بوده. تو باید حسابی عقلت از دست داده باشی. میدونی که هنوز اسمت تو صورت مخصوص افراد محکومه. خب خودت که مصری ها رو میشناسی. دستگیرشون کنید. اشتباه شده. بذارین توضیح بدم. اشتباه شده. یه دفعه دیگه دچار همون دردسر شدیم. اشتباه شده. از من انتظار داری چی کار کنم؟ که سربازا رو از دلتا خارج کنم بفرستم شهر؟ به شما دستور داده شده بود که نظم شهر رو حفظ کنید. باید بتونی این کارو با افرادی که در اختیار داری انجام بدی. قدم نگذاری. پس برای چی برگشتی؟ میگن کسی که حتی یک بار از آب نیل نوشیده باشه هرگز نمیتونه این سرزمین رو فراموش کنه. میدونم چرا برگشتی اینجا. کاهن پیر امیدواره که از شر فرعون خلاص بشه. میگن با شکافتن استخوان سر فرعون میشه دیوانگیش رو مالجی کرد. این خیلی ساده است، فقط باید چاقوش همی منحرف بشه. و به این ترتیب مردی رو که استاد این کاره یک بار دیگه به مصر دعوت کردم. تو شمشیر منو که از نوکرم گرفتین پس بدین. بدیمش. این دلیل بازگشت من به مصر. شمشیر تو بکش. سرجاتو میستین. خب به من ضربه بزن محکم. میدونی داری چه تقاضایی میکنی؟ ضربه بزن. دوباره محکمتر. از کجا به دست آوردیش؟ از سرزمین هیچی ها. صدها کارگر شب و روز مشغول کارن تو از این شمشیر که با فلز جدیدی ساخته شده آماده کنن. بهش میگن آهن. با من بیا. این معبد
معبد جدیدیه که فرعون در اونجا خدای تادش رو که میگه یک تاس پرستش میکنه. ببین. یه مصیبتی که این خدای تازه به سر مصر آورده شدن. این همه مصیبت زایده عمل کاهنینه نه فرعون. کاهنین شایع کردن فرعون مسبب همه این بلا هاست و کاری کردن که مردم باور کنن این خشم خدایان قدیمی اوناست که مصیبت زاست. اگه قدرت شو داشتم هرچی کاهن بود از دم تیغ میگذروندم، ولی فرعون عزیز ما معتقده که جواب خیانت رو باید با مهربانی داد. بیا نیازی به عذر. یه نفر به حضور آوردم که باید اونو به خاطر داشته باشین. سینوئه طبیب. سینوئه؟ بله. استدعا داره شما اونو عفو کنید سرور من، و من نیز به عنوان فرمانده کل قوا تقاضا دارم در این مورد تجدید نظر کنید. این من هستم که باید از تو تقاضای عفو کنم سینوئه، زیرا اگر یک روز دستم به تو میرسید حتما تو را میکشتم. از دیدنت خوشحالم. سینوئه به تازگی از سرزمین هیتی ها مراجعت کرده. اونا آماده حمله به ما هستن. همینطورم موفق شدن فلز جدیدی به کار بگیرن و اون این شمشیر رو به عنوان مدرک همراه خودش آورده. این شمشیر درست مثل تیغی که عرفا قطع کنه شمشیرهای مسی ما رو به دونیم میکنه. چنین چیزی حقیقت ندارد. من برای فرمان روای آنها پیام صلح فرستادم، به آنها قول دوستی دادم. سرور من، فکر میکنید اونا به پیشنهاد دوستی شما توجهی میکنن؟ اونا بردگان بیشتر و قدرت افزونتر میخوان، اونم با این. اونا موفق میشن. اجازه بدید اول من حمله کنم، شهرهاشونو با خاک یکسان کنم و نقشه های شیطانیشونو خونسا کنم. یعنی از من میخواهی که آدم کشی را تجویز کنم؟ تنها تقاضای من اینه که با دشمنانمون همونطور رفتار کنین که اونا با ما میکنن، نه کمتر و نه بیشتر. در قلب هر فردی حس بخشش وجود دارد، فقط باید به آن دست یافت. مردی که در تاریکی زندگی کرده معنی روشنایی را نمی‌داند و روشنایی برایش نوعی شیطان چشم آزار است. آیا بین روشنایی که ما می‌شناسیم و تاریکی که آنها درگیرش هستند فرقی هست؟ این طرز فکر مدت از چرود نیل و پر از اجساد قربانیان کرده. همین امروز یک بار دیگه در بارانداز آشوب پا شد و من برای فرونشاندن سربازان اضافی به اونجا بردم. یا همین حالا باید وارد جنگ شد یا اینکه استقلال مصر را فراموش کنید. خواهید دید که چگونه ملت مصر یک پارچه در برابر دشمن خارجی قد علم می‌کنند. حق با اون شوهر عزیزم. تو هم همسر من. تاریکی چقدر به ما نزدیک شده. باید حرفای هارم هپ را بپذیری. من فقط به صدای خدایم آتان گوش میکنم. برای فرمان روای هیتی پیغام میفرستم که وضع خودشان را با ما روشن کنند. از آمدنتان ممنونم. چه شدی که فقط یک کار بیشتر ندارم؟ فرعون نمیتونه جلوی کاری که خیال داری با ارتش بگیره. نه، سربازا از من اطاعت میکنن نه از اون، ولی به هر حال اون فرعونه و من سوگند یاد کردم که بهش وفادار باشم. اون برای هیتیا پیغام میفرسته، حتی ممکنه ازشون دعوت کنه بیان همسرشم بگیرن. مگه اهمیتی داره؟ من فرمان روایان بسیار دیدم، بزرگ و کوچک، پیر و جوان، که به سختی درگیر جنگ بودن. این فقط مردمن که در پایان کار رنج میبرن، افرادی مثل من، چه ایتی باشه، چه مصری، چه یونانی. آدم نباید مثل فرعون زیاد تردید داشته باشه، ولی کمی تردید بد نیست رفیق عزیز. من به هیچ چیز اعتقاد ندارم. حالی که مصر دست به گریبان آشوب‌های داخلی بود، من به عنوان یک طبیب حاذق بر ثروتم می‌افزودم. بقیه بیمارا رو جواب کن، خسته شدم. امروز دیگه کافیه. فکر می‌کنم بد نباشه یکی ببینید. مسلما باهاش خوشحالی شما. از اونایی که می‌تونه خیلی پول بده؟ نه چندان، ولی دیدنش بد نیست.
شما رو میبینه. فردا بازم سری بزنید. خیلی متاسفم که کاری از دست من بر نمیاد. باشی؟ بله میخوام زنده بمونم. برو فردا صبح برگرد، تو رو معالجه میکنم. نمیتونم دستمزدی بهت بدم، گردن بنده تنها چیزیه که برام باقی مونده. برای این کار از تو پولی نمیخوام. منتظر چنین لحظه ای بودم که یک بار دیگه با اون روبرو بشم، که این بار من ارباب باشم و اون برده، که بتونم انتقاممو بگیرم به آهستگی، اونو مزه مزه کنم. خب حالا که به آرزود رسیدی چه احساسی داری؟ فقط ترحم، غم، چون زمانی اون زن بسیار زیبایی بود، حتی من نمیتونم کمکی بهش بکنم. دنیای عجیبیه کافتر، لذت انتقامم مثل شهرت و ثروت زود فراموش میشه، مثل درگیر نابرابری هست و هر روزم تشنه تر میشه. ارباب جدن شما از این دنیا چی میخوای؟ خودم هم نمیدونم، هرچی هست هنوز نتونستم به دستش بیارم. هنوز نتونستم. خطرناکی تنهایی پرسه زدن توی محله. مناظر، صداها و اونجی که به مشام میرسه انسان رو به یاد گذشته میندازه. این همون چاییه که برای پدرم ازش آب بیرون میکشیدم. سالها پیش بود. ببین کاپتر، این درختیه که وقتی بچه کوچکی بودم ازش بالا میرفتم. بسه دیگه، بسه. زخمی شدی؟ نه. خونت کجاست؟ اونجا.
چی شده پسر؟ حالم خوبه. خوب نیست شدی؟ چیزی نیست. اون بچه به خاطر این گردن من منو زدن. باید ببرم این فرویه طبیعی. کمکی از من ساخته است؟ سینوه بله سرور من، شما میتونید کمک کنید. پسرم ایشون سرور من سینوه هستن، یک طبیب بسیار مشهور. باید برم برای بستن زخمش یه پارچه تمیز بیارم. مریض بعد از اون همه سال. همیشه دعای من بدرقه راهت بوده سینوه. از خدای تو سپاسگزارم. این کار اون بوده که ما رو دوباره به هم نزدیک کرده. نمیخوای بیای تو؟ تو میدونستی که این خونه ای پدر من بود؟ خونه ارزون بود، منم جایی لازم داشتم که توش زندگی کنم. تو و شوهرت؟ من ازدواج نکردم. پاشه تمیز آوردم ما جه. این بچه یکی از دوستان فقیر منه، یتیمه، خودش اینو نمیدونه. فکر میکنه من مادرش هستم. راز دو پهلوی ما محفوظ میمونه. خواهش میکنم بیاین تو. این پارچه‌های تمیز و این وسایل کار اگه لازمتون باشه. بزرگ بشم میرم دنبال طبابت و طبیب میشم. امیدوارم تو از این وسایل بهتر از من بتونی استفاده کنی. اینا رو وقتی خونه رو گرفتم خریدم. چه اینجور؟ اونجا بگیر بشین. اصلا ترسی نداره. ممکنه یه خورده دردت بیاد. من ترسی ندارم. وقتی دعا میکردی منم یادت بودم. بله، دعا کردم که خداوند به تو حسن سلوک و فروتنی بیاموزه. حالا میفهمم چرا برگشتیم اینجا، که بازم از یه زن زخم زبون بشنویم. امان از دست زنا. دو روز دیگه میتونی زخمتو باز کنی، ولی نه زودتر. میفهمی؟ چرا؟ منظورم اینه که اگه بازش کنم چطور میشه؟ شاید هیچی. با تو رو کف میذارم، چون اطبا باید همیشه با بیماراشون رو کف بزنن. بعدن خودت اینو میفهمی. با این کار احترام بیمارا بیشتر میشه و حتی دستمزد بالا میره. ولی من میخوام طبیب فقرا باشم. چی؟ ولی ثروتمندا بیشتر به فکر معالجه خودشون هستن و پول بیشتری میدن. نه، من میخوام برای فقرا کار کنم. گرسنم. تو چطور؟ میتونم حتی یه اسب آبی رو درسته بخورم. مادر ماهی درست کرده. زود باش مادر. بله، عجله کن. ساکت باشین هر دو نفرتون. بیا اینجا وسایل کار رو تمیز کن و بذار سر جاش. نمیدونم چطور با یه چشه اینقدر چیز بگیم. یعنی ازم میخوای ساکت بمونم؟ اگه جرأت داری بهش بگم. چرا بهش بگم؟ زندگیمو همینجور که هست دوست دارم. لازم نیست که یه زن به خاطر عصبانیت شراب رو پاهام بریزه، حساب جیبمو داشته باشه و شراب و گیره بندی بکنه. مریض، من ازت نخواستم بیای اینجا و تو زندگیم دخالت کنی. هیچ انتظار نداشتم که اصلا. نه، شاید خیال میکردی که دود چشم منو کور کردی. طبیب بزرگ و ثروتمندی، چون سرور سینوه با دختر فقیر و بیچاره مثل من چی کار داره؟ فکر میکنی من مرد ثروتمندی هستم؟ ولی من هیچ چیز ندارم.
من فقیرترین مرد روی زمینم، چون زندگیم رو به باد دادم، به هرچی که دست دادم نابود کردم. با تولدم شروع شد، پدر و مادرم و حتی زندگی تو رو مرید. ولی تو به من درس خوبی دادی. شاید جواب سوالی رو که همیشه به هنگام کودکی از خود می کردم تو به هم دادی. نه خدایان، چون من به خدایان اعتقادی ندارم، ولی تنها یک درسی که من یاد گرفتم و نمیذارم فراموشم بشه، اگه دیگه دیر شده که به خاطر خودمون زندگی کنیم، شاید بتونیم به خاطر خوشبختی پسرمون این کارو بکنیم. پسر جون، بذار یه نصیحت پر ارزشی به تو بکنم. هرگز یواشکی چیزایی رو که به تو مربوط نمیشه نگاه نکن. همینطور شد که من یه چشممو از دست دادم. دوکس تاینی موویز. خیال داشتی بدون این که با من حرف بزنی از اینجا رد شی؟ تقاضای عفو دارم بانوی من، فرعون به دنبالم فرستاد. میدونم سالها پیش بود طبیب، ولی دیگه اون معصومیت تو چهرت دیده نمیشه. حالا با اجازه بانوی من، هیچ خبر داری؟ هیتی ها به سوریه حمله کردن و عرابه هاشون داره به دلتای نیل نزدیک میشه. پس جنگ شروع شده؟ نه، برادرم هنوز از دادن اجازه جنگ به هاروم امتناع میکنه. پس باید جدا دیوانه شده باشه. اینو سالهای ساله که من میدونم. طبیب، بعد از اینکه کارت با برادرم تموم شد بیا به اتاق من. بانوی من، ممنونم که اومدی. سرورم، دوست من، سرورم، شما باید به هاروم اجازه بدین که از مصر دفاع کنه. نه نه، به غلط یا درست من فرمان به قتل عام نمیدهم. نمیتوانم اجازه دهم که مصر تبدیل به حمام خون شود. آنها میگویند من دیوانم، هاروم هب، کاهن اعظم، حتی خواهر خودمان. حالم خوب می شود سینوه، به راستی من دیوانم. شما جدن دیوانه اید سرورم، ولی این دیوانگی خیلی زیباتر از خرد مردان دیگه است. زیباتر؟ بله، تصوری که از آتان داشتم خیلی زیبا بود. فکر میکردم میتواند به تمام مردم صلح و نیکبختی ارزانی کند. فکر میکردم بتوانم زبان او باشم و دستوراتش را به مردم اعلام کنم، ولی اشتباه میکردم. آن تصویر دارد از بین میرود و صدای من بماننده نسیمی آرام که در صحرا به وزد بی اثر گشته است. آتان به من پشت کرده، میخواهد جنگ کنم، دیوانه شوم و بمیرم. اگر مرا دوست داری سینوه، روحم را از این بار سنگین آزاد کن، به من آرامش ببخش. وظیفه یک طبیب اونه که عمرو طولانی کنه، نه اون که اون رو کوتاه‌تر کنه. حالا باید استراحت کنید. میتونید کاری براش بکنید؟ متاسفم بانوی من، درد او جسمانی نیست.
تو چه تقاضایی داری؟ ببینم فرعون از تو چه میخواست که اونو به آرامش نزدیک کنیم؟ بیشتر از اون چی که فکر میکردم جرأت داری. اگه هارم از این ماجرا با خبر بشه بهتره. My men are ready. The loyal Lord Commander. You too. Looks anyway. I love Akhenaten as I love my own right arm. But if my arm were gangrened, I'd cut it off. Just as Akhenaten must be cut off from Egypt. All Egypt knows that I'm right. And you know it. Yes. Yes, in your place, I'd tell myself the same thing. Have you a potion that will give him sleep without pain? I am to kill him when all around me there is such a talent for violence. Do this and the gods will bless you forever. I see. You speak for the gods and Haremheb for Egypt. Tell me one thing. Who succeeds to the throne? Who else but the commander of the armies that will save Egypt and make her once more the greatest power in the world? Yes. Haremheb. You, Pharaoh. So that's the price for your treason. Call it treason if you like. But there's only one thing that can save Egypt now, and that's courage. Courage to act. Courage to conquer our enemies and put their leaders in chains. فرعون در حال حاضر تو اتاق خودش خلوت کرده و بی‌دفاع مونده. حالا وقتش رسیده که از فرصت استفاده کنی. ولی تو این کارو نمی‌کنی، می‌کنی؟ چون تا کنون کسی دست به روی فرعون بلند نکرده. اگه تو اونو بکشی این کار سنتی میشه برای دیگران که فرعون بعدی رو از پا در بیارن، فرعونی که امیدوار نامش هارمهب باشه. در نتیجه این کار باید به طور غیر مستقیم انجام بشه، همون گونه که در گذشته معمول بوده، به وسیله یه طبیبی که تظاهر میکرده مشغول معالجه فرعونه، به وسیله یه طبیبی که همه میدونن از بهترین دوستان فرعونه. باز میخوام، ولی من مرد مورد نظر شما نیستم. منو ببین. آیا با تقاضای اونها موافقت کردی؟ نه. میبایست قبول میکردی. فرعون باید بمیره. به خاطر آرامش خودش. کاهنه ازم میل داره. اون به خاطر خدایان به قتل برسه. آرام اینو به صلاح مصر میدونه و خواهر فرعون به خاطر شخص. حتی شکارچیان با کشتن حیوانات زخمی به اونها ترحم میکنن. به تو گفتن که بعد از فرعون چه کسی جانشینشه؟ فقط گفتن که خارم فرعون خواهد شد. و قرار منم ملکه مصر بشم. اتفاقا قرار امشب اون به اتاق من بیاد و فردا ازدواج ما در معبد خدایان انجام خواهد گرفت. که این تو بخشه خوبیه. این ازدواج شرایط لازم رو به حرام خواهد داد. ولی برای من بیفایده است طبیب. من نمیخوام با پسر یک پنیر فروش ازدواج کنم. برو. ما وقت زیادی نداریم. افراد هارم کنترل شهر رو در دست دارن. امشب قرار کاهن اعظم در معبد خدایان باز کنه و به پای خدایان قربانی نثار کنه، ولی ما میتونیم اونا رو شکست بدیم. هارمهب و تمام کاهنین شیطان صفتو. سینوی بیا اینجا. این کاریست که تو باید بکنی. تظاهر کن که نقششون رو قبول کردی. برادرمو بکش، همینطور هارمهبو. یعنی دوباره قتل. بعد بلا فاصله بیا به اتاق من. با کمال میل در رو بروت باز خواهم کرد و اریکه یه مرسه قدرت رو با تو به عنوان فرعون تقسیم میکنم. چرا مردم باید یک طبیب ساده رو به عنوان فرعون خود قبول کنن؟ چون تو فرعون هستی. تو برادر ناتنی من هستی، مصری که میتونی کنار من قرار بگیری و فرمان روایی کنی. فکر میکنی چرا اولین باری که قدم به کاخ فرعون گذاشتی من و مادرم به دنبال تو فرستادیم؟ پیش از اون که مادرم بمیره همه چیزا رو به من گفت و بازگو کردن آنها رو به میل و اراده من سپرد. او کسی نبود که میبایست مادر فرعون مصر باشه. چند هفته قبل از مرگ فرعون یکی دیگر از زنان پدرم فرزند پسری به دنیا آورد. اونو از
مادرش جدا میکنن و تو قایقی که از حسیر بافته شده بود میگذارن و به دست امواج رود نیل میسپرن. قایق حسیری رو مادر من بافت که خودش فرزند یک حسیر باف بود. و مادر بچه متوجه نمیشه که پسرش گم شده؟ به مادرم دختر بچه ای مرده ای رو نشون میدن و اون باور میکنه. صدها بچه هر سال به رود نیل سپرده میشن و اکثر اونها رو میگذارن تو قایقای حسیری. در مصر سفلا، نه در سیوز. ولی دلیل بهتری هم وجود داره. عرابه رو حاضر کنید. همراه من به دره فراعنه بیا، میرویم به آرامگاه پدرم. همه چیزو به چشم خودت ببین. شبیه او هستی. ببین دقت کن، استخوان گونه، پیشانی، خط آرواره. بازم دلیل بیشتری میخوای؟ ببین، این همون شباهتیه که مادرم اون روز تونست بفهمه. هیچ کس به جز اون نمیتونست متوجه این شباهت بشه. تصویری از جوانی شوهر خودش. فرعون بزرگ بار دیگر زنده شد، آن هم در قالب تو. باز هم تردید داری؟ منو اینجا تنها بذار. این حقایق رو قبول میکنه؟ البته که قبول میکنه. جاه طلبی داره کورش میکنه. بیش از حد به خودش امیدوار شده. حتی اگه خودش هم بخواد دیگه نمیتونه عقب نشینی کنه. برای همینم اون باید همزمان با فرعون به قتل برسه. مصر تو دست توه برادر عزیزم. قدرت خدایان از آن توست، فقط اگه شجاعت در اختیار گرفتنشو داشته باشی. اون صدا چیه؟ چی شده؟ هارامهب جنگ مذهبی رو شروع کرده. تمام پیروان فرعون محکوم به مرگ شده. یک قتل عام. به ما چه ربطی داره؟ بذار هارامهب زمینه رو برای ما آماده کنه. بعد از مرگ برادرم و در زمان حکومت تو. Let them go. Thank you.
ارباب مادرت کجاست؟ هم دیگر گم کردی. پپه گوشون این پسر رو برسون به بنده. بیا این پول بگیر، این جواهرات هم بگیر، یه قایق پیدا کن میتونی بخری، اگه لازم شد یکی بدوز. تو چی؟ باید مری تو پیدا کنم. در این ولی فرصت خودمونو میرسونیم به شما، ولی منتظر ما نشو. این پسر از شخص من میخوام همراه شما باشم. نه نه تو باید با کپر بری پسرم. بلا عجله کن، عجله کنی. تو هرگز ندیدمش. داری دروغ میگی، خودم دیدم انداختش رو. لحن داشته باشه ارباب، آیا به قیافه من میاد که یکی از پیروان آتون لعنتی باشم؟ اونا مردم ساده و درستکاری هستن، در حالی که من یکی از جیبورهای معروف مصرم. درستیدم، آیا این علامت من توه؟ ارباب از قیافت معلومه که آدم درستکار و باهوشی هستی. من احترام خاصی برای سربازان قائلم، حتی خودم هم زمانی سرباز بودم تا اینکه یه چشممو به خاطر کشورم از دست دادم. راستش این تمام داره بکشیدش. منو به خاطر هزار بار جنایت بکشید، ولی به خاطر گناهی که مرتکب نشدم چرا؟ من از خدایان متنفرم، خدایانم از من متنفرم. بسیار خوب، هرچی دارم مال شما. این طلا، نقره، هرچی دارم، هرچی هست بگیرید، مال شما. بگیرید. حالا بازم شدم یه گدای ساده. تا زنده هستم باید از گشنگی بمیرم. بیا بریم. چقدر پول میدین؟ چقدر پول میدین؟ چقدر جواهر میدین؟ فقط اونا که پول میدن میتونن سوار بشن. فقط اونا که طلا میدن میتونن سوار بشن. پول بدین. یلا. بدونم. طلا، جواهر، هر چی داری بده. خیلی خوب، برو جلو، برو سوار شو. چه پولی داریم که بدیم؟ تو که همه چیز رو دادی به اون سربازا. یلا، پول بدین. همه چی رو. جواهر بدین. بیا. حالا جواهر. زود باشین. برو بالا. خیلی خوب سوار شین. چی داری؟ پول، جواهر، طلا، هر چی داری بده. دختر زندگی. زود باشین. عجله کن. خواهش میکنم بذارید ما سوار شین. این یاقوت بگیریم پسر بچه میخواد سوار شین. خیلی خوب بریم برای آسان. من بی پول نمیبرم. حتما باید پول بدی. بگی اینجا بشین. چرا مجانی نمیبرم. پول بدی. احساس میکنم که تو این سن و سال با این معصومیت ها دارم پدر میشه.
خیالم راحته. چانو زنده هستم به سیاهچال بندازین. میخوام این معبد به کلی نابود بشه. همه جاش. اطاعت فرمانید. سربازان به فرمان من حرکت. متاسفم رفیق عزیز، کاری که میبایست میشد. اینطور نبودی که میخواستی فرعون دیوانه رو تو قصر بکشی. خدای بیمانندش هم میخواست اونو بکشی. این زنم به اون خدا معتقد بود و حالا مرده. فرعون هنوز زنده است؟ بله، هنوز تو قصرش. پس برو به قصر، منم قبل از طلوع خورشید میام اونجا. جام شرابش، منو تو هم باش سر میکشیم. ما؟ منو تو هر دمون تو این کار دست داریم هارم. همونطور که از زمان بچگی سردمیشتمون با هم یکی شده. چون کاری که ما انجام میدیم به خاطر نجات مصره. در نتیجه تو هم باید افتخار کنی که سهمی تو این کار داری. برو مطمئن بشو که بیداره. زمینه رو برای انجام کار آماده کن. نگران نباش. چیزی که کارو تموم میکنه فقط تو جام فرعون ریخته میشه. برو. چطور میتونم تنها اونو مجبور به خوردن بکنم و خودم نخورم؟ ولی تو خواهیم خورد. من یه طبیبم. این روغن اثر سمو کم میکنه تا اینکه من خودمو برسونم اینجا و این دارو رو سر بکشم. فرض کنیم نتونی خودتو به اینجا برسونی. اون وقت منم هم پای اونها میمیرم. دقت کن برادر عزیزم، من منتظرت خواهم بود. خواهر عزیز و گرامی، قرار ما فقط برای رسیدن به قدرته. شاید نشه تو رو به خاطر شیطانی که در روحت وجود داره سرزنش کرد. این تقصیر تو نیست که مثل یک علف هرزه به دور یک درخت میوه پیچیدی و سبز شدی. قدرتی که تو داری از آن دیگرانه. ولی این منم که شیطان رو به وجود خودم راه دادم و خیلی خوب شیطان رو میشناسم. اولین مصری باشی که به اینجا بیایی. همه چیز آماده است؟
اون تو تالار بزرگی داره با خدای خودش راز و نیاز میکنه. جام اون کدوم یکی؟ هر کدوم که برداره. دو دوست حضور شما آمدیم سرور من، چون که هر دو شما را دوست داریم. میدانم. ما یاد اون موقعی افتاده بودیم که با شما تو صحرا آشنا شدیم. بله، به هنگام طلوع خورشید بود. امیدوار بودم آن روز طلوع عصر جدیدی برای این دنیا باشد، ولی شما یک شیر را کشتید و خونش بر روی زمین ریخت. خوشونت را باید با خوشونت جواب داد. بنوشید سرور من، به یاد خاطرات خوش من. آیا سینوه مرا دعوت به نوشیدن می کند؟ بله. آیا من شراب مرگ نوشیدم سینوه؟ بله سربره. چنین باشد. تقصیر خودم شد. چیزی را که از تو خواسته بودم به من دادی، ولی این درخواست غلطی بود که از تو کردم. ضعف بر من چیره شده بود. تصور می‌کردم خدایم به من پشت کرده است، ولی چنین نبود سینوه. او وقتی به ما پشت می‌کند که ما او را فراموش کرده باشیم. هارون هپ معتقد است با نابود کردن معبد خدا را از من دور کرده است، ولی خانه خدا همه آثار آفرینش اوست. کوها را ویران کنید، دریاها را از آب خالی کنید، آسمان را از ستارگان پاک کنید. با این همه دست من به خدا نرسیده است. دیگر همه چیز بر من روشن شده است. تصور می کردم خدا تصویری از چهره خورشید است، به همین دلیل هم تصویر او را ساختم. ولی خدا چیزی بالاتر از این هاست، خیلی خیلی برتر. خورشید تنها نشانی از مهر خداست، نشان دهنده قدرت آفرینش اوست. خدا بت نیست، خدا قابل لمس نیست، بلکه آفریننده تمام هستی است، نیروی پرستنده ای که در قلب همه ما جای دارد. و من شانس آن را داشتم که به او نزدیکتر شوم و به من اجازه داد که بهتر بشناسمش. نسلی که من باش سینو، دوست عزیز، نمیتوانم درست تو را ببینم، ولی دردی احساس نمی کنم. نخواستم دردی احساس کنید سرورم. مرگ برای من مهم نیست. من بسانه سایه ای هستم از آنچه در آینده حادث خواهد شد، صدایی که توانست با خدا صحبت کند، ولی صداهای دیگر هم شنیده خواهند شد، خیلی رساتر از صدای من، زیرا قلب مردمان برای ابد تاریک باقی نخواهد ماند. نشان خدا در وجود همه ما هست و میرسد روزی که خود مقرر می‌دارد با ما حرف خواهد زد، سخنانی که بر آنها هیچ تردیدی روا نباشد. دیگران به من دروغ گفتن سینو، ولی فکر میکنم تو واقعا مرا دوست میداشتی. رحمت خدا شامل حال همه خواهد شد. خدا تو را میبخشاید.
بیچاره. بالاخره هم خوب نشد. از جانب او برای خدایان قربانی هم کرد. دیگه مردم رو ترد نمی کنند. چون من هم یکی از اونا هستم. من تمامی مصر هستم. جام تو بردار سینوه و به سلامتی من بنوش، به سلامتی مصر جدیدی که خواهم ساخت. آروم هب، جام خودتو سر نکش، چون از این به بعد مظهر مصر نخواهی شد. تو چطور جرأت کردی؟ بر جای فرعون بنشین و برو نزد پرنسس. اون خیلی تعجب میکنه، چون به هیچ وجه انتظار دیدن تو رو نداره. ولی تو ناراحت نشو، چون برو برتری داری. تو چطور جرأت کردی؟ تو فرعونی هستی که مصر احتیاج داره، ولی این تنها دلیلی نیست که زندگی تو رو نجات داده. به این خاطر از من تشکر نکن. تو از این مرد بیچاره و احمق ممنون باش که زندگی هر دوی ما رو نجات داد. زندگی من رو نجات داد؟ حتما تو هم دیوانه شدی. من فرعون هستم. فرعون وارد می شود. تعظیم کنین، در برابر خدای خود تعظیم کنین. فرماندهان ارتش های شکست خورده از حضور فرعون تقاضای عفو دارند. بعد در موردشان تصمیم میگیریم. طبیب سینوه را به حضور بیاورید. در برابر فرعون بگذار بیستد. این مرد مرتکب چه گناهی شده است؟ آشکارا علیه فرعون سخن رانده، فتوحات فرعون بزرگ را در حیتی و سوریه تحقیر کرده، به خدایان دشنام داده. گناهان زیادی مرتکب شده که به شمار نمی آید. روزی هر دوی ما در کنار هم برابر این تخت ایستاده بودیم. آن روز تو زندگی مرا نجات دادی. آیا کسی در این جمع هست که بخواهد از این مرد دفاع کند؟ چطور همسر فداکار من؟ نه. پس با
باید خودت دفاعت را به عهده بگیری طبیب سینوئه. از خودم دفاع نمی کنم سرورم، بلکه از کسی حرف می زنم که تو می خوای خاطرش رو برای همیشه محو کنی، نامی رو که تو خیلی سعی کردی نابود کنی، خدایی به نام آتان. آیا در حضور ما هم اعتراف به خیانت می کنی؟ ذکر آن نام ممنوع شده است. مواظب باش طبیب، والا مجبور می شوم. مجبور می شوم، هر چی می خوای فرمان بده. آیا میخوای به جنگ بری و پیروز بشی؟ آیا پیروز شدی؟ اما نمیدونی که شکست خوردی. آیا میخوای مصر رو به عظمت برسونی و ببینی چطور نابود میشه؟ ما در برزخ خاصه خود زندگی میکنیم و تو در نقطه غروب آفتاب قرار گرفتی. ملت ها به پا می ایستن تنها به این خاطر که روزی شکست بخورن. فراعنه بناهای باشکوه می سازن تا روزگاری در میان خاکش نابود بشه. فتح همانند سایه زود گذره. تمام اینها تخم مرگ در خود دارن. تنها اندیشه است که زنده می مونه. تنها حقیقته که می تونه رشد بکنه و بال و پر بگیره. حقیقت رو نمیشه نابود کرد. حقیقت در خفا از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. حقیقت با شیر مادر به کودک منتقل میشه. میخواهی بگوی خیال داری علیه من به پا خیزی؟ تو در این نبردم پیروز میشی، چون اگه نتونی منو ساکت کنی میدونی چه خواهم کرد؟ چه خواهی کرد طبیب سیروه؟ به میان مردم خواهم رفت، به سوالاتی که بر قلب و روحشون سنگینی میکنه جواب خواهم داد. سوالاتی که در تمام عمرم به هر جا رفتم به دنبال یافتن پاسخش بودم، و تنها جوابم رو از مردان در حال مرگ گرفتم. لباسهای بردگان رو به تن می کنم، کفشهام رو به دور خواهم انداخت و با زنانی که کنار کلبه خود به سرخ کردن ماهی مشغولن صحبت خواهم کرد. با باربران در بندرها حرف می زنم، با آهنگران در کنار دم آهنگریشان و با بردگان زیر شکنجهی که می کشند. و آنگاه خواهم گفت بشر رو نمیشه تنها با رنگ پوستش قضاوت کرد، یا با لباسی که میپوشه، یا جواهراتش، یا موفقیتاش، بلکه تنها با احساسیه که داره. یک مرد خوب و بهتر از یک مرد بد میشه شناخت. عدالت بهتر از بی‌عدالتیه. کسی که رحم میکنه بهتر از اونه که با مردم خشونت میکنه، حتی اگه این مرد فرعون بزرگ باشه و بخواد بر تمام دنیا حکومت کنه. ما فقط یک خدا داریم، خدایی که خالق همه ماست. تنها اوست که فنا ناپذیره. از نظر او همه افراد بشر با هم برابرند و هیچ انسانی تنها نیست. مجازات این مرد تبعید برای تمام عمر است. تو به رشته تحریر درآوردن پسرم، هر جا که ممکن است باشی، برای تو، برای فرزندان تو و فرزندان فرزندان تو. میدانم میراث ناچیزی است، ولی تنها ثروتی است که در این عالم دارم. مرجع دانلود فیلم های دوبله به فارسی.